بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو با ماست. بابک، همین آخرهای بخش قبلی برنامه 24 شنیدیم که ارتش اسرائیل دوباره مواضع حزب الله رو در جنوب لبنان بمباران کرد. به نظر میاد که نشانه ای از کاهش تنش در مرز شمالی اسرائیل با لبنان وجود نداره. تنش همچنان ادامه داره اما شدت هم نمیگیره. همانطور که در بخش اول گفتم، این پینگ پونگی هستش که ادامه داره. اونها مواضع اسرائیل را بمباران میکنن، اسرائیل برمیگرده برخی از مواضع حزب الله را بمباران میکنه و یک توازنی در این رابطه در شمال اسرائیل به وجود اومده، اما در نوار غزه این چنین نیستش و به شدت جنگ ادامه داره. فرداد، شدت حملات هوایی اسرائیل امروز کاهش پیدا کرده. بسیاری بر این باورند که حملات هوایی به نتیجه که خواسته نیروی هوایی رسیده و بانک اهداف نیروی هوایی اسرائیل رو به پایان هستش. آنچه را که اسرائیل می‌خواهد که در غزه به طور هوایی مورد هدف قرار بده تقریبا قرار داده و الان تنها به پوشش و آمادگی ورود نیروهای زمینی باید بپردازند. اما سوالی که بسیار در اسرائیل مطرح هستش و پاسخ آن هنوز مطرح نیست، همانی هستش که در بخش اول هم با اشکان تو در این رابطه صحبت کردی، و آن این که بعدش چی؟ وقتی که اسرائیل وارد غزه شد، حماس را حتی نابود کرد، حکومت حماس را، بعد به کجا از اونجا خواهد رفت؟ به نظر نمیاد که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی حتی حاضر باشه که دستی به این سیب زمینی داغ و سوزان غزه بزنه و این حکومت اونجا را به دست بگیره و دوباره با افراد مسلحی که 100% در غزه به وجود خواهد اومد به مبارزه بپردازه. اونهایی که سن و سالشون به من میرسه میدونن که اسرائیل هم، ارتش اسرائیل هم نمیتونه در غزه به طور مداوم ماندگار باشه و بر اونجا سلطه بکنه. روزهایی را من به یاد دارم که ارتش اسرائیل در غزه بود و تقریبا روزانه و هفته سربازان اسرائیلی یا کشته و یا زخمی میشدن در حملاتی که در داخل غزه، در کوچه پس کوچه های غزه روی میداد. پس باید این مسئله را روشن بکنه که دولت اسرائیل و همچنین مقامات امنیتی اسرائیل که پس از اینکه خون انتقام در رگهای اسرائیلی ها کمی آرام گرفت، آیا باید چه کرد با غزه و چگونه میتوان گروه تروریستی حماس را به گونه ای از غزه بیرون کرد که بار دیگر حکومت به دست اونها نیفته، بار دیگر اونها موشک های کوتاه برد و دور برد وارد غزه نکنن، اسلحه وارد غزه نشه، سیستم مالی نوار غزه که در دست حماس هستش و از اونجا پولهای جمهوری اسلامی ایران به اون میرسه بسته بشه. همه اینها پرسش هایی هستش که در دراز مدت باید پاسخ داده بشه، اما در حال حاضر آنچه که از نزدیک هستش ورود به نوار غزه که تقریبا 100% هستش، باید دید که گروگان ها در کجا اینجا قرار دارن. امروز آقای نتانیاهو با خانواده گروگان ها دیدار کرد و به اونها قول داد که در صدر همه تصمیمات او این افرادی و اسیرانی هستن که در آنجا هستند و اگر با ورود به نوار غزه امکان اینکه کشته های فلسطینیان کاهش پیدا بکنه از طریق بمباران ها این امکانش هست، اما امکان این هم هستش که گروگان هایی که در داخل غزه هستن هم مورد اصابت گلوله های یا خود اسرائیل و یا افراد حماس قرار بگیرن. نکته آخر هم امروز کانال 12 اسرائیل گفت باید مسئله سیاسی هم بپردازیم که آقای نتانیاهو از جو بایدن دعوت کرده که به اسرائیل بیاد. کاخ سفید گفته که جو بایدن برای همدردی و همبستگی با اسرائیل با نظر مثبت این دعوت را بررسی میکنه. این میتونه یک پیام بسیار مهمی، ورود آقای بایدن به اسرائیل، همین
آقای بایدنی که حاضر نبود با آقای نتانیاهو در کاخ سفید دیدار بکنه، امروز به خاطر این مسئله ممکن استش با پای خودش به اسرائیل بیاد و با ملت اسرائیل به همبستگی و همدردی بکنه و پیام بزرگی را برای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان بفرسته که ایالات متحده با همه اختلافاتی که با دولت اسرائیل ممکنه داشته باشه، امروز در کنار دولت، ملت و ارتش اسرائیل ایستاده. فرداد ممنونم از تو بابک اساقی، خبرنگار ما از تل‌آویو.